ششم خرداد ماه 1401 خورشیدی و 27 می 2022 میلادی. امشب در صفحه آخر به دو موضوع می‌پردازیم. نخست فرو ریختن برج متروپول آبادان و فاجعه در این شهر باز، و دوم فساد، در واقع کمربند فساد قضایی و امنیتی جمهوری اسلامی. پرده آخرم خواهیم داشت آخر برنامه. مردم آبادان از زمان شکلگیری پایه‌های حکومت جمهوری اسلامی از قبل از انقلاب 57 تلخ‌ترین تجربه‌ها رو در طول تاریخ این شهر دیدند. از زنده زنده سوزاندن عمدی مردم در سینما رکس این شهر در 28 مرداد 57 به دست عوامل آیت الله جمی، نماینده آیت الله خمینی در آبادان، و یه چند تا دیگه که بعداً رفتن توی مجلس بعد از انقلاب، تا انبوه کشته‌ها و آواره‌های جنگی، تا مدفون کردن بیش از 100 نفر زن و بچه و پیر و جوان آبادانی زیر آوارهای برج متروپول به دست همین مسئولان نالایق، که به قول مردم آبادان مسئولان نالایق که حالا خواهم گفت. ساعت 12:30 ظهر دوم خرداد 1401 ساختمان تجاری 10 طبقه متروپول در آبادان منطقه امیری فرو ریخت. این برج کی ساخته شد؟ ساخت این برج در دو قلوی چسبیده به هم به نام برج متروپول در دهه 90 شروع شد. سال 98 استاندار خوزستان افتتاحش کرد. آنچه روز دوشنبه فرو ریخت بخش از ساختمان بلندتر این دو قلو بود. میبینیم که این سازه به چه شکلی بوده و کجای این سازه دوشنبه اون قسمتی که فرو ریخت و دیدین دیگه که از کجای این مثلا ساختمان دو قلو فرو ریخت. چند نفر کشته شدن، چند نفر زخمی، چقدر زیر آوار موندن، هیچی دقیق نیست. فقط میدونیم که بیش از 110 نفر در پارکینگ بودن و بیش از 40 نفر در طبقات بالا. اینا چیزیه که در صحبت‌های اولیه گفته شد و خود حکومت هم اومد آمارهایی داد که عرض میکنم هیچ کدوم دقیق نیست. وقتی مالک به اصطلاح و پیمانکار این برج که عکسش رو یه لحظه دیدین، حالا خواهیم دید، حسین عبدالباقی رو میگن، اسمش رو میذارن تو لیست کشته شده ها در زیر آوار و همه میدونیم که زنده است. این که میگم همه میدونیم دیگه اینقدر پر شده در رسانه ها که حالا منم بهش خواهم پرداخت. در چنین شرایطی بدیهی است که خب چه اعتمادی هست به آمارهایی که جمهوری اسلامی اعلام میکنه. چرا فرو ریخت؟ چون سازه غیر استاندارد ساخته شد و دست کم از یک سال پیش، بیش از یک سال پیش، خبرنگاران دلسوز محلی هشدار می‌دادند که این سازه در حال ریزشه. اما نه مالک ساختمون، نه هیچ مسئول شهری و استانی و کشوری توجه که نمی‌کردند، هیچ زیر بار این مالک هم می‌گرفتند. مسئول این فاجعه که حسین عبدالباقی، مالک و پیمانکار ساختمان تجاری متروپول، مسئولان شهری و استانی که در به وجود آوردن این فاجعه با او همکاری کردند، و منابع موثق میگویند که روز فاجعه فرستادنش ترکیه تا از اونجا بره به کشور دیگه، احتمالاً یونان. اولش گفتن بازداشت شده حسین عبدالباقی. دو ساعت بعد از فرو ریختن ساختمان، یعنی در ساعت 2:30 بعد از ظهر دوشنبه، گفتند در پی ریزش بخشی از برج نیمه کاره متروپول واقع در خیابان امیرکبیر آبادان، با حکم حمید مورانیپور دادستان ویژه آبادان، پیمانکار و مالک ساختمان بازداشت شد. بعد گفتند زیر آوار بوده، کشته شده. دوشنبه ساعت 2:30 بعد از ظهر خبرگزاری های جمهوری اسلامی از قول خبرگزاری دولت ایرنا خبر بازداشت حسین عبدالباقی رو منتشر کردن. درست 24 ساعت بعد، یعنی روز سه‌شنبه 11:30 صبح، همون خبرگزاری ها و البته بلافاصله بقیه رسانه های جمهوری اسلامی هم متن قبلی خبر بازداشت عبدالباقی رو تغییر دادن و هم نوشتن صادق جعفری چگنی دادستان عمومی و انقلاب مرکز خوزستان گفت
مالک و پیمانکار اصلی ساختمان که از متهمان بوده و دستور بازداشت عینی صادر شده بود و در جریان ریزش ساختمان در محل حضور داشت، در جریان این حادثه جان خود را از دست داد. همه اجساد برای تعیین هویت به پزشکی قانونی منتقل شدند. یک ساعت و نیم بعد، یعنی ساعت حدود یک بعد از ظهر، خبرگزاری نیمه رسمی دولت ایسنا نوشت دادستان عمومی انقلاب مرکز استان خوزستان گفت با توجه به کشف اسناد هویتی حسین عبدالباقی، مالک برج متروپول و یکی از متهمین اصلی پرونده، در البسه یکی از قربانیان حادثه که غیر قابل تشخیص بوده، دستورات مقتضی جهت تشخیص هویت متوفا از طریق واحد تشخیص هویت فراجا و پزشکی قانونی صادر شد که در نهایت هویت وی مورد تأیید قرار گرفت. همشون دروغ میگن. کارگرای برج متروپول آبادان میگن اصلا وقتی برج ریخت عبدالباقی اونجا نبود، جای دیگه بود که هی بهش زنگ میزدن که آقا این ساختمون داره میلرزه، داره میریزه. چند ساعت قبلش میگفته شما توهم زدین. از صبح هم سه بار کارگرا مسرا عبدالباقی زنگ زدن گفتن آپارتمان داره میلرزه آقا عبدالباقی. این سه بار بهشون گفته شما توهم زدتون، بیرون نرید بذارید کارگرا سر کار باشن. یکی از کارگرا صبح رفت و سیگار بخره پیش بچای ساده بود مغازه روبرو. خب یکی از بچه‌ها اونجا رفیقمون بار داشت اومد کمکش، گفت اصلا تنها مسرا عبدالباقی زنگ میزنه میگیم آپارتمان داره تکون میخوره، بهمون گفته شما توهم دارید، همون لحظه ریزه. از منابع مختلف شنیدیم که یک جسد بی سر که یک دست نداشته و له و قطعه شده بوده، در واقع از زیر آوار احتمالاً میبرن به بیمارستان شهید بهشتی آبادان، میگن این حسین عبدالباقی مداره کشتشون میده. فایل صوتی رو بشنویم. یکی بی سر آوردن، هیچ همراهی نداشت، هیچی، فقط محرمانه یک نفر رو جنازه آوردن بدون هیچ همراه، بدون هیچ اینکه اصلا بدونن کسی با این مشخصات وارد شده. بعد به خدماتیه گفتن دست بکن جیبش ببین چی دو جیبشه، گفتن فلانی عبدالباقی. خلاصه یهو یه ماشین اطلاعات اومدن ریختن اینجا، به خانم فرانی سوپر گفتن تایید کن که این عبدالباقی، گفت من تایید نمی کنم. به حسین گفتن موسایی، گفتن تو تایید کن، گفت من تایید نمی کنم. زاره هم گفتن، گفت من تایید نمی کنم. رفتن اینا هم فرض ستا سرشون زیر آب ستا شد. چرا این حسین عبدالباقی انقدر مهمه برای مقامات این نظام مقدس، از پلیس و دادستان و قاضی و سپاهی و اطلاعاتی و مجلسی و همه و همه؟ چرا؟ حسین عبدالباقی 41 ساله، متولد آبادان، برادر عروس علی شمخانی، نماینده رهبر نظام مقدس در شورای عالی امنیت ملی جمهوری اسلام. پایگاه خبری فیدوست نوشته است پدر حسین عبدالباقی و برادرانش صاحب آجیل فروشی بودند در خیابان زند، منطقه در شهر جنگزده آبادان، و پدرشان البته سابقه بنایی داشت. او هرگز در رویاهایش نمی‌دید که روزی پسرانش با رهبری حاج حسین عبدالباقی صاحب ثروتی با ارزش چند هزار میلیارد تومان شوند. اما راز و رمز ثروت اندوزی عبدالباقی چیست و چطور طی کمتر از دو دهه او صاحب این دارایی شده و در کنار دارایی برادرانش می‌رود تا نام سلطان اروند را در کلام روزمره مردم نصیب خود کند؟ عبدالباقی نه کارخانه‌ای ساخت، نه با پول و سرمایه شخصی تولید و کسب و کاری خلاق راه انداخت. فرمول ثروت اندوزی و مانند بسیاری دیگر در ایران امروز بسیار ساده است: مدیریت هوشمندانه روابط و فرصت‌های رانتی. در واقع فرصت رانتی اول از طریق خواهرش. واگذاری زمین زندان آبادان و زمین بیمارستان 50 تخت خوابی در بهترین نقطه احمد آباد آبادان، واگذاری زمین کنار هتل نخل در بهترین نقطه تفریحی آبادان، واگذاری زمین خیابان دبستان در بهترین نقطه منطقه مرکزی شهر، واگذاری زمین تجاری تفریحی ساحلی، هر کدام به مساحت چند هزار متر و و و با قیمت گذاری ها
و شرایط باور نکردنی بخشی از حکایت کسی است که از خاک و زمین‌های متعلق به دولت یعنی مردم و مدیریت روابط توانست آجیل فروشی خود و برادرانش را به اینجا برساند. اینکه حاج حسین عبدالباقی و دوستان او چگونه در کمتر از 2 سال این تعداد زمین را که ما می‌دانیم که من یه اشاره کردم مالک شده اند و زمین هایی که نمیدانیم و میدانیم را طی این 2 دهه به دست آوردند رمز موفقیت های ایشان است. این رمز موفقیت ها یعنی رانت دزدی و فساد و جنایت. حسین عبدالباقی با عروس شدن خواهرش در خانواده علی شمخانی از طریق موعود شمخانی گلپسر برادر علی شمخانی ارتباطات رانتی رو در خوزستان شروع کرد و به سرعت تبدیل شد به کسی که شهردار تعیین می‌کرد و شورای شهر رو می‌خرید و با مسئولان انتظامی و اطلاعاتی و قضایی استان زد و بند می‌کرد. هنوزم داره می‌کنه، وگرنه نمی‌گفتن مرده که، نمی‌فسادنش بره که. همه‌شون هستن، یکیشون این اتفاق افتاده، طرفو انداختن بیرون، فعلا برو بیرون. ولی این خانه یغما همچنان هست که با خون مردم پر شده. واقعا شهردار آبادان حسین حمیدپور در حالی که نه 7 سال خدمت مدیریتی داشت که از شرایط شهردار شدنه و نه درس خونده عمران بود، با شورای با رأی شورای شهر قبلی در دوره روحانی شد شهردار آبادان. همون شورای شهر به دلیل تخلفات عدیده اقتصادیش میاد استیضاحش میکنه، ولی رشوه هایی که حسین عبدالباقی داد نذاشت برکناریش رأی بیاره. دوره رئیسی هم باز همین آدم حسین حمیدپور با رأی شورای شهر شد شهردار آبادان. کی پشتشه؟ کی ریش و سیبیل شورای شهر و بقیه رو چرب میکنه؟ موعود شمخانی، گلپسر داداش علی شمخانی دبیر شورای عالی امنیت ملی. موعود جان معاون فنی و عمرانی منطقه آزاد اربند، کاراشو از طریق اسماعیل زمانی مدیر عامل منطقه آزاد اربند پیش میبره. کسی که برای حسین حمیدپور شهردار پول خرج میکنه، تبلیغات را میندازه تو شهر، تو صدا و سیما و رسانه ها و غیره، حسین عبدالباقی صاحب همین ساختمون 10 طبقه فرو ریخته در آبادان. سعید حافظی روزنامه‌نگار آبادانی و مؤسس رادیو گوش کنار که از اول هشدار میداد درباره این فاجعه از 1-2 سال پیش، 7 شهریور سال گذشته نوشت حسین عبدالباقی اسپانسر حسین حمیدپور شهردار حاضر شده بابت هر رأی موافق به این شهردار 1 میلیارد تومان به اعضای شورای شهر آبادان پرداخت کند. این کارا رو برای چی کردن؟ برای چی میکنن؟ برای اینکه همین بساز بفروشه کارشو بکنه و هم حق حسابشو بده. یعنی از طریق اینا حلقه هایی هستن که دزدیا رو میارن و میدن به اینایی که پشتشونن. هم حق حساب بده، هم یه حلقه‌ای از خودی ها رو دور خانواده شمخانی که جمع شدن بتونه به همشون برسه و اونا هم حمایتش بکنن. یکی میشه تابلو مثلا که ما هم بهت مجوز میدیم، پروانه میدیم، پول میدیم، نمیدونم هر چی بخوای بهت، تو برو جمع کن مرد بیا. گفتم که این الان 41 سالشه همین حالا که در رفته حسین عبدالباقی. موعود شمخانی میره منطقه آزاد اربند و یکی از نوندونیهاش میشه اعزام زائر 40 به عراق، یکی وظایف اصلیشه از اون منطقه. یکی دیگرش میشه در همکاری با رئیس همون، اسمش چی بود، این آقای اسماعیل زمانی مدیر عامل منطقه آزاد اربند، در همکاری با اون خودرو لوکس قاچاق وارد میکنن. در قاچاق نفت و مواد مخدر به شرکت دریایی عموهاش یعنی حسین و حسن شمخانی که شرکت آدمیرال رو دارن کمک میکنن. یادتونه دیگه بهمن 1400 یک کشتی باری متعلق به شرکت آدمیرال در بندر
غرب هندوستان توقیف شد. کلی هم سر صدا کرد. حسین عبدالباقی رو سال 97 میکنن چهره ماندگار. به نام خدا و با سلام، این جناب حسین عبدالباقی مدیر عامل و رئیس هیئت مدیره گروه ساختمانسازی عبدالباقی. ضمن تشکر از عوامل گروه ساختمانسازی عبدالباقی، تشکر میکنم از وزارت صنعت، معدن، تجارت که بنده را به عنوان کارآفرین برتر منطقه آزاد اروند و یکی از چهره‌های ماندگار صنعت ساختمان در کنگره ملی چهره‌های ماندگار صنعت، معدن و تجارت سال 97 برگزیدند. این شخص از طریق زد و بند و بدون هیچ مجوز رسمی و استاندارد حرفه‌ای سال 98 این ساختمان دوقلوی تجاری رو میسازه. فاز اولش رو به اصطلاح غلامرضا شریعتی، استاندار پیشین خوزستان که از حرم نشمس هست، در فساد، در اون ماجراهای هفت‌تپه و رشوه گرفتن‌های خودش و زنش، رو با تقدیر از حسین عبدالباقی میره برج متروپول رو افتتاح میکنه. اوائل سال 99 کارشناس های سازمان نظام مهندسی اختاریه میدن که ساختمون ریختنیه. این اختاریه مهندس ناظر ساختمان به شهرداری آبادان در سوم فروردین 99 به شهردار نوشته، همون شهرداری که حسین عبدالباقی پولش میده. حسین عبدالباقی وقتی این نامه رو شهردار بهش خبر میده، آقا اینجوریه، اومده نامه که اشکال داره، پاشو بیا اینجا بده مشاور بدم، به اصطلاح مهندس مشاور، کارشناس مشاور. حسین عبدالباقی میره شهرداری پیش کسی که عرض کردم همیشه بهش پول داده، یعنی خود شهردار حسین حمیدپور، شهردار بهش مهندس مشاور از شهرداری میده، اونم خب تایید میکنه، دستور داره که همه چی مطابق استاندارد پیش رفته. اینو من فقط برای نمونه با این جزئیات گفتم، اگر نه همه کارها اینا همینطوری پیش میره. همین در حوزه ملک و ساختمان‌سازی اینا. همون سال 99 فرمانده کل انتظامی استان خوزستان که مسئول مستقیم قتل عام مردم در نیزارهای معاشر در سال 98 بود، از حسین عبدالباقی به عنوان خیر امنیت ساز تقدیر میکنه. امام جمعه آبادان و نماینده های آبادان در مجلس هم تو این مراسم جایزه بگیری حضور دارن. تقدیر کننده های علنی از حسین عبدالباقی از امام جمعه آبادان و غلامرضا شریعتی، استاندار وقت خوزستان گرفته تا سردار طلایی که تو کشتار دانشجو تو خوابگاه دانشگاه تهران سال 98 فرمانده بود، تا سردار حیدر عباس‌زاده فرمانده انتظامی استان، بله همین شخص که تو قتل عام مردم ماهشهر در نیزارهای اطراف این شهر دست داشت، از همه جا هستن ازش تقدیر میکنن. چرا؟ چون خارش عروس نماینده رهبر در شورای عالی امنیت ملی است. همه منافع دارن آخه. حرف این خانواده در گوش آقا همه جا میره و همراهان پشت پردش برادرزاده و برادر ناتنی علی شمخانی است. عبدالعظیم شمخانی، برادر ناتنی علی شمخانی، معاون شهردار آبادان بوده از سال 93، از زمان سید خلف موسوی. عبدالعظیم شمخانی سال 1400 بعدن رفت از آبادان، رفت استان البرز، اونجا مسئولیت گرفت. روزنامه آفتاب یزد فردای فاجعه آبادان نوشت: بیمسئولیتی، تخلف، فساد و و و که کنار هم جمع میشوند چون این فجایعی رخ میدهد. حوصله همه سر رفته است از این قصه های تکراری. فاجعه رخ میدهد، چند روز رسانه ها به آن میپردازند، جماعتی عزادار میشوند، مسئولان سر صحنه حاضر میشوند تا مقابل دوربین ها قرار گیرند، مسئولان بالاتر هم دستور پیگیری صادر میکنند، کمیته های بررسی در نهادهای ناظر تشکیل میشود و بودجه میگیرند و درست چند ماه بعد همه چیز فراموش میشود تا فاجعه بعدی. هر بار مسئول می‌آید.
خب برای اینکه بپردازیم به کمربند فساد مدیران دستگاه قضایی امنیتی جمهوری اسلامی، از مهدی جهانگیری شروع میکنیم که به ویژه یکی از برجستگان در این کمربند فساد، تا بعد برسیم به امروز. آبان 99 اعلام شد که یک قرارداد 20,000 میلیارد تومانی بین قرارگاه خاتم سپاه پاسداران با مهدی جهانگیری امضا شده. در قرارداد اقتصادی بزرگی که میان گروه مالی گردشگری که مال همین مهدی جهانگیری است و قرارگاه خاتم الانبیا بسته شد، مقرر شد تا زمینه سرمایه‌گذاری 20,000 میلیارد تومانی برای توسعه مجتمع فولاد بناب فراهم شود. مجتمع فولاد بناب مال گروه گردشگری است، گروه مالی گردشگری که عرض کردم مهدی جهانگیری رئیسشه. یکی از اعضای هیئت مدیرش حمزلو متهم دادگاه گفتن 6.5 میلیارد دلاری یورویی یه شرکت بازرگانی پتروشیمی بود، اون دادگاه معروف پتروشیمی که گفتن حمزلو رو گرفتن انداختن زندان و مثل بقیه شون. حالا اون هم عضو هیئت مدیره همین مجتمع فولاد بناب بود. مهدی جهانگیری الان هست، عرض میکنم مال همش ملک تلقی این آدمه. برادر اسحاق معاون اول روحانی که اگه روحانی میمرد اسحاق میشد رئیس جمهور، اینم داداشیش بود. مهدی جهانگیری منتها ببینید این قرارداد آبان 99 بسته شد با سپاه پاسداران 20,000 میلیارد تومان. سه سال قبلش مهر 96 در کرمان بازداشت شده بود. سردار ابو حمزه فرمانده سپاه سارالله کرمان اعلام کرد مهدی جهانگیری با درایت و هوشیاری پاسداران سپاه سارالله کرمان دستگیر شد. اخلال در مسائل مالی کشور، کسب درآمد نامشروع و خروج ارز از کشور از دلایل دستگیری مهدی جهانگیری است. یعنی سپاه 20,000 میلیارد تومان قرارداد بست، سه سال بعد از اینکه اینو دستگیر کردن به این علت، با یه آدمی که هم ابر بدهکار بانکی هم متهم به فساد کلان اقتصادی است و قاچاق حدود 670 میلیون یورویی ارز. سه سال بعد بهمن 99 آبان 99 عرض کردم قرارداد بسته شده بود. بهمن 99 سخنگوی قوای قضاییه اعلام کرد مهدی جهانگیری به جرم قاچاق حرفه‌ای ارز معادل 607,100 یورو و 108,000 دلار، یعنی رو هم دیگه میشه بالای 700,000 تا، در مجموع من گفتم میلیون ببخشید هزار بالای 700,000 یورو در مجموع به دو سال حبس و ضبط ارز قاچاق شده و جزای نقدی 4 برابر بهای ریالی ارز قاچاق و 74 ضرب شلاق محکومیت حاصل کرد. وی همچنین به جرم تحصیل مال از طریق نامشروع به تحمل دو سال حبس دیگر و رد مال و در ارتباط با خودداری از ارائه اطلاعات واقعی به سازمان بورس به 74 ضرب شلاق محکوم شد. البته دادگاه تجدید نظر یکی از احکام شلاق را رد کرد و شلاق دیگر را به 50 میلیون ریال جزای نقدی تقلیل داد. این حکم در میاد مهدی جهانگیری حکم چیه؟ مثلا یه هفته میبرنش زندان و بعد 1,000 میلیارد تومان میده از زندان میاد بیرون، 6,000 میلیارد تومان وثیقه اعلام میکنه براش دادگاه، بعد میگه با در نظر گرفتن رأفت اسلامی شد 1,000 میلیارد تومان. 1,000 میلیارد تومان ازش میگیرن، میگن پولایی که میدادی حالا 1,000 میلیارد تومان بده، ازش میگیرن و میاد بیرون. با سپاه قرارداد 20,000 میلیارد تومانی میبنده. کجای این قانون، کجای این دستگاه قضاییه، کجای این مملکت، کجای این نظمه؟ بعد همین مهدی جهانگیری از فریبرز کلانتری روزنامه‌نگاری که فساد مهدی جهانگیری رو و بعضی از ارتباطاش رو نخستین بار افشا کرد و قضیه بعد رسانه‌ای شد و همه چیز به هم ریخت، مهدی جهانگیری میره از فریبرز کلانتری روزنامه‌نگار شکایت میکنه. نتیجه چی میشه؟ فریبرز کلانتری رو هم دادگاه به دو سال زندان محکوم میکنه، یعنی به سه سال زندان محکوم میکنه که میگه دو سالش رو باید بکشه. فریبرز کلانتری در توییترش نوشت نمونه کاملی از اجرای عدالت و رسیدن حق به حقدار در دوره ابراهیم رئیسی.
مهدی جهانگیری به دلیل قاچاق حرفه‌ای ارز و فساد گسترده به 2 سال زندان محکوم شده. من هم به اتهام نوشتن درباره فساد او به 2 سال زندان و 74 ضربه شلاق. بذاریم بریم پیش آقای فریبرز کلانتری که امشب با ما به این کمربند امنیتی و قضایی میپردازند. در خدمت آقای فریبرز کلانتری هستیم، روزنامه‌نگاری که در بسیاری از نشریات داخل کشور به عنوان روزنامه‌نگار افشاگر کار کرده، ناگزیر شده که از ایران مهاجرت بکنه. آقای کلانتری تشریف دارین؟ درود بر شما، خوش آمدید به امشب صفحه آخر. من یه مقدمه درباره مهدی جهانگیری گفتم، چون این آدم نمونه مفسدانی است به قول علما که تکیه به بالاترین مقامات حکومت دارد و یعنی از قاسم سلیمانی گرفته تا که سفارش کننده آزادیش از زندان بود، اون موقع حاج قاسم زنده بود، تا مسئولان قضایی و امنیتی جمهوری اسلامی. من سکوت میکنم، خواهش میکنم شما بفرمایید. عرض کنم خدمتتون که این مطلب خیلی درسته. ما مهدی جهانگیری رو نه به عنوانی که خود مهدی جهانگیری، اما پرونده مهدی جهانگیری رو میتونیم به عنوان یک کیس مطالعاتی در زمینه فساد اقتصادی مورد مطالعه قرار بدیم، چون تمام ابعاد یک فساد رو به صورت کلاسیک داراست و این میتونه یک درس آموز باشه برای آیندگان حتی که بفهمن که فساد چگونه شکل میگیره. وقتی آقای سردار ابو حمزه گفت که ایشون ریشه فساده، بنده که از سال 88 پیگیر تخلفات و فساد آقای مهدی جهانگیری بودم، چیزی فراتر از ریشه فساد میدونستم مهدی جهانگیری رو، چون که ببینید یک بار در سال 90 پرونده این آقا در وزارت اطلاعات به مرحله تنظیمات حقوقی میرسه، یعنی به این مرحله میرسه که میخوان بفرستن برای بازپرسی دادسرا و دستورات بگیرن برای بازداشت و اقدامات دیگه قضایی و مراحل دیگش. اما به ناگاه مسیر پرونده عوض میشه. یه ذره جلوتر بعد از سال 92 وقتی که دولت آقای روحانی اومد و آقای اسحاق جهانگیری معاون اول ریاست جمهور شد و یک کارشناس سطح پایین وزارت اطلاعات به نام آقای کاظم پالیزدار به ناگاه دبیر ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی کشور شد، اونجا تازه ما دستمون به اصطلاح پی بردیم که یک اتفاقاتی در اون دوره وقتی که آقای کاظم پالیزدار در محل خدمتش در معاونت اقتصادی وزارت اطلاعات به عنوان کارشناس بوده، یک اقداماتی به نفع پرونده آقای مهدی جهانگیری انجام داده، قطعا که امروز به اینجا رسیده، یعنی به این منصب به این بزرگی. البته با دستگیری در توسط سپاه سارالله کرمان، من همون موقع هم کمی خوشبین بودم، فکر می‌کردم که چون این دستگیری خارج از تهران، خارج از مرکزه و صحبت‌های قاطع و محکمی که سردار ابو حمزه داشت که ایشون اخلال کلان کرده در نظام اقتصادی، ریشه فساده، نمیدونم قاچاق که و اون مواردی که گفتش، با رسانه فکر کردم که شاید اینجا ایستگاه پایان باشه برای مهدی جهانگیری. اما به ناگاه دیدیم که بعد از چند مدت پرونده دستور قضایی نیابت میخوره و میاد تهران. وقتی که تهران اومد دوباره همون اتفاقات سال 90 میفته. البته اون موقع اصلا نرسید به مرحله قضایی و دادگاه و دستگیر و اینها، این سری یک مرحله جلوتر رفت و به ناگاه همون اتفاقات افتاد. یعنی پرونده‌ای که صحبت حداقل 4 میلیارد یورو در اون موقع 12000 میلیارد تومان اون موقع بود که اسنادش از آقای مهدی نصیری یه بار اومد در گفتگو با فارس که پرونده که برای 6000 میلیارد تومان وثیقه صادر میکنن که 1000 میلیارد تومانش تعدیه میشه، دوباره میره در محاق پرونده.
من اینجا بود که به فکرم اومد که ما باید انگار یه بررسی دقیق‌تری بکنیم. علاوه ظاهر یک باند فاسد امنیتی قضایی وجود داره که در پرونده‌های مفسدان و ابرمفسدان اقتصادی که وابسته هستند به اولیگاریش قدرت دست اندازی میکنه و یک اقداماتی انجام میده و اینها رو منحرف میکنه، اصلی فرعی میکنه، شبه پرونده درست میکنن. و در این پرونده وقتی باز کردیم ما دیدیم که این باند در جاهای دیگه هم حضور دارن، در پرونده های دیگه هم حضور دارن، در واقع یک باندی هن که ما رد اینها رو نه در بانک گردشگری بعد در بانک سرمایه دیدیم، در بانک ملی دیدیم، در بانک اقتصاد نوین دیدیم آیه. و در بانک ملت. بله آقای کلانتری عزیز، من اولی اشاره بکنم که کاظم پالیزدار الان چی کار است؟ کاظم پالیزدار بعد از دولت ایشون به یک، قبل اینکه دولت آقای روحانی تموم بشه، در سمت یک شرکت بسیار شرکت بزرگ سرمایه گذاری در کیش منصوبش کردن. یه خبرهایی هم اومد بیرون اما بعد از اون نمیدونم الان چی کار، شاید برگشته محل خدمتش یا شاید هم پر شده سنواد خدمتش و بازنشسته شده باشد. ارتباطش با این پرونده رو توضیح بدین، هم او رو هم جواد پالیزدار که در واقع تو خیلی از شرکت‌های این هست. بله جهانگیری. منم اینو خدمت بیننده ها عرض بکنم که این پالیزداره هیچ ربطی به پالیزدار ما ندارن و هیچ نسبت فامیلی هم حتی ندارن. عباس پالیزداری که شما میشناسین یک جواد پالیزدار است که سرهنگ سپاه پسرعموی ایشونه که با این جواد پالیزداری که داره صحبت میشه مطلق و متفاوته. این تو آدم یعنی فقط تشابه اسمیه و همین. این توضیح خواستم بدم که بعداً صحبت نشه. این جواد پالیزدار همون کسی است که در صحبت خواهیم کرد در بارشون با آقای کلانتری. همین ها هستن که میگم ایش ربطی به عباس پالیزداری که شما در برنامه خواهید دید و امیدوارم در هفته های آینده حالا اشاره خواهم کرد باز ایشون در این برنامه حضور داشته باشن. خب معذرت میخوام آقای کلانتری، بفرمایید. خواهش میکنم. بله خواهش. مندم البته میگفتم خب یک تشابه اسمی خیلی هم عجیبه. ببینید بعدها یک مقدار جلوتر ما رد یک به اصطلاح بدهکار کلان بانک گردشگری یک شرکتی به نام میلاد نوین کیش رو پیدا کردیم و دیدیم که یک تسهیلات 1,000 میلیارد تومانی از بانک گردشگری گرفته. وقتی مراجعه کردیم به عرض کنم خدمتتون که روزنامه رسمی، دیدیم که اعضای هیئت مدیره این شرکت آقای جواد پالیزدار هستن و یک آقای پالیزدار دیگه به نام آقای محمود پالیزدار که در واقع اینها پسرعموهای آقای کاظم پالیزدار هستن. این یعنی این داد میزنه تعارض منافع که اون موقع کاظم پالیزدار چی کاره بود همون موقع که دارین صحبت میکنین دیگه. آقای پالیزدار اومده بود توی دولت، شده بود دبیر ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی کشور در واقع، و خود آقای جواد همون موقع هم مشاور اسحاق جهانگیری بود و هم در 18 شرکت از شرکت‌های مهدی جهانگیری عضو مؤثر هیئت مدیره بود، یا نایب رئیس بود یا رئیس بود، در واقع عقل منفصل آقای مهدی جهانگیری شده بود تو شرکت ها و همه کارا در اختیار ایشون بود و تمام نشست ها و آقای کاظم پالیزدار هم که مسئول مبارزه با مفاسد اقتصادی بود. خب بفرمایید. خواهش ستاد مبارزه خیلی جایگاه بالاتر، کاش که مسئول بود، یعنی یکی از اولین شاخص‌ترین آدمایی که باید در با فساد مبارزه کنه. این از اینجا به این نقطه رسیدیم. نقطه بعدی من یه مقدار جلوتر رفتم دیدم که در این پرونده سال 96 یک شبکه امنیتی دیگه که یک بخششون در سازمان اطلاعات سپاه بودن و اونها هم اومدن مداخله کردن به نام آقای اسم مستعار افچه‌ای، البته ما بعدتر اسم اصلیش هم پیدا کردیم، سید محمد جواد
سید محمد جواد میر محمد میگونی، ایشون آقای افچهی کارشناس پول اخراجی پولی بانکی سازمان اطلاعات سپاه، آقای مقدم و آقای سید یحیی علوی، سه تا کارشناس پولی بانکی بودن که زیر نظر آقای مهراب حسینی معاون اقتصادی، یعنی اینا جز حلقه آقای مهراب حسینی بودن. یک فرد امنیتی که حالا اصلا خودش نیاز داره که دم یک برنامه کامل در مورد این آدم بپردازه، که دوره معاون اقتصادی وزارت اطلاعات بوده، یه دوره در دبیرخونه شورای امنیت ملی بوده، باز یه دوره هم میاد معاون اقتصادی سازمان اطلاعات سپاه میشه. در این محل سوم هم که باز عذرشو میخوان محترمان، حالا نمیگن اخراجش کردیم، اما اون چیزی که معلومه ایشون هم عذرشو خواستن از اونجا به خاطر همین فسادهایی که در اومد. این آقایون، همین آقایون افچه‌ای، به علاوه اینها یک رخ اقتصادی، یک رخ به اصطلاح اقتصادی هم داشتن، به اصطلاح سیویل شخصی داشتن بیرون، به نام آقای محمد آرام بنیار و برادرانشون، یعنی در واقع برادران این آقای افچه‌ای یا همین آقای میر محمد به اضافه آقای محمد آرام بنیار و برادرانشون، یک شبکه عجیب فساد درست کردن در بانک‌های مختلف که من بهش میگم اینو شبکه آرام. این آقای محمد آرام بنیار که عکسشون هم نشون دادید، ایشون از اون نابغه‌های همون دانش آموخته‌های به قول خودشون نابغه امام صادقه، همون دانشگاهی که یه موقع یک شعبه بردن لاجوردی اینجا تأسیس کردن به عنوان یک شعبه از دانشگاه مدیریت هاروارد و قرار بود یه سری نیروی نخبه تولید کنن برای به اصطلاح آینده ایران، و به اسم امام صادق اینا یه سری راندخار تولید کردن و تزریق کردن به جای جای مختلف به اصطلاح ارکان دولت و جای مختلف حاکمیتی دیگه. اینها در واقع وقتی که پرونده مهدی جهانگیری میاد در تهران، بحث‌های به هر صورت چون دست سازمان اطلاعات سپاه بوده، دست به دست اینا میفته، میذاره دست باند آقای افچه‌ای و مقدم و سید یحیی علوی و از اون وقت بالا سر اینا هم همون آقای مهراب حسینی. اینها به هر صورت شروع میکنن کارسازی و مداخله و همون اصلی فرعی کردن پرونده آقای مهدی جهانگیری، همون کاری که قبلا قیچیشو قبل از اینکه برسه به مراحل دادگاه و پاسگاه و دستگیری اینا کرده بودن تو وزارت اطلاعات، حالا این دفعه این آقایون در سازمان اطلاعات سپاه این کارو میکنن و قول و قرارهای زیادی هم میذارن که حالا وقتی که آقای مهدی جهانگیری میاد بیرون تازه شروع میشه، یعنی آقای محمد آرام بنیان مثل همه بانک‌ها و همه اتفاقایی که اینا قبلا انداخته بودن به عنوان یک چهره امین اقتصاددان معرفی میشه و به آقای جهانگیری میگن به هر صورت شما باید با ایشون کار کنید. اینها بعدن میان برادر آقای افچه‌ای و برادر آقای بنیان رو وارد میکنن توی شرکت سرمایه گذاری لقمان، یکی از شرکت‌های مهمیه که به اصطلاح سهام اصلیش هم دست مجموعه هلدینگ مالی گردشگریه. اینا رو وارد میکنن اونجا و شروع میکنن همون اقداماتی که همیشه مدلش رو برای بانک‌های دیگه هم اینا انجام دادن، یعنی اینا روش این باند آرام، همین آقای بنیار و این آقای افچه‌ای در سازمان اطلاعات کارشناس پولی سازمان اطلاعات سپاه اینجوریه که اینها میان اولا برادران خودشون رو وارد میکنن توی هیئت مدیره های شرکت ها و یا اون بانک ها یا شرکت هایی که دارن معرفی میکنن به این مجموعه ها و شروع میکنن عقد قرارداد با اون شرکت هایی که متعلق به برادرانشونه و متعلق به این آقای آرام بنیاره، محمد آرام بنیاره. از اون طرف هم حالا اقدامات دیگه، وقتی که ورود میکنن برسر نیروهای خودشون رو تزریق میکنن، در وامهای کلان میان به اصطلاح مداخله میکنن که وام بدن،
نمیدونم گزارش های کاغذی درست میکنن، سهام اینها رو میان عرضه میکنن و حالا ما میرسیم به اونجا که من بگم که توی مجموعه مصداقاشو بگم که مثلا اینها یه چیزی نزدیک 1500 میلیارد تومان اوراق سهام شرکت های مختلفی مثل فولاد خوزستان، پتروشیمی تابان، نفت سپاهان، سناباد، سرمایه گذاری توسعه کیش و غیره که متعلق به بانک های مختلفی بوده، مثل بانک ملی، بانک ملت، بانک اقتصاد نوین، نمیدونم بانک همین گردشگری، اینا فروختن و عوایدشو برداشتن. اینا مدل راندکاریشون اینجوریه، یعنی مثلا همین 1500 میلیارد تومان سهامی که عرضه کردن 70 میلیارد تومان گیرشون اومده. یه سری گزارش‌های پیپر یعنی کاغذی، یعنی چه جوری؟ یعنی ببینید تو جزئیات توضیح بدین که منم بفهمم، خواهش میکنم. بله ببینید، مثلا شرکت فولاد خوزستان مثلا میخواد که سهام بفروشه، مجوزه برای اینکه بخواد این اوراق سهامش رو عرضه کنه باید بره با یک شرکتی که شرکت مشاوره سرمایه‌گذاری قرارداد ببنده، اون به عنوان به اصطلاح واسطه بیاد در بورس بره این اوراق فولاد خوزستان عرضه کنه و این تأمین به اصطلاح چیز کنه، تأمین سرمایه نقدینه کنه برای فولاد خوزستان. بله اینها از طریق روابطشون، از روابط اطلاعاتی امنیتیشون فشار می آوردن به مدیران بالاتر اون مجموعه ها که مثلا بانک ها بودن، می گفتن که آقا شما باید به این فولاد خوزستان بگید که بیان با شرکت مشاوره سرمایه گذاری امین نیکان آفاق که متعلق به آقای بنیار و برادران میر محمد هست، برادران بنیار و میر محمد هست، قرار داد ببرید که این شرکت بره سهام شما رو، اوراق سهام شما رو عرضه کنه. این فرمولش اینه. این حسن میر محمد که حسن میر محمد برادر آقای سید همین افجهیه، سید محمد جواد میر محمد. ایشون اینا ببین برادر میر محمد، یکی این سید محمد جواده، یکی سید حسنه، یکی هم عرض کنم خدمتتون که بذارید من دقیق بگم که اسامیرم اشتباه نکنم. حالا این میر محمد، سید حسن میر محمد که عکس رو الان دیدیم، بله، تو هیئت مدیره کدوم شرکت؟ ببینید تو بانک گردشگری. تو بانک گردشگری. آره تو بانک گردشگری. اینا شما تو سرمایه گذاری لقمان، سرمایه گذاری لقمان رو بگید، اینا میرن تو پارس زیگورات، پارس کیمیا، نمیدونم همینجوری. تو من آره، یه چارتی کشتم، آره اونجا میرسن به همین گروه مالی گردشگری. مثلا توی بانک ملی همین آقای دوباره سید حسن میر محمد میشه ناظر و مسئول مجامع شرکت‌های گروه توسعه ملی. حمید آرام که تو اون سرمایه گذاری لقمان مدیر عامل بوده تو بانک ملی میره میشه چی؟ میشه عضو هیئت مدیره گروه صنایع بهشهر. این توی بانک ملی که میاد. بعد شما میاید توی مثلا بانک اقتصاد نوین، تو بانک اقتصاد نوین چی میشه؟ حالا نقشه عوض میشه، آقای سید حسن میر محمد برادر آقای افچه‌ای کارشناس پولی سازمان اطلاعات سپاه میشه عضو کمیته حسابرسی بانک، آقای حمید آرام حالا میشه مشاور آقای بلگوری مدیر عامل بانک اقتصاد نوین. بعد توی بانک ملت میری میبینی که اینا میرن یه شرکت تراستیه به نام داریس در کیش بوده که حالا این خیلی مهمه، یعنی ما اگه یه شاید یه برنامه فقط باید بیان به داریس بگیم که اینها اونجا چه کار کردن به اسم دور زده تمرا، چه فسادی انجام دادن و چه پرونده سازی کردن برای به اصطلاح یه سری افراد در بانک ملت. حتی اینا این کارم میکنه، یعنی یه خصوصیت اینجوری دارن. اینا اینجوری هر جا که میرن یه نقش جدید پیدا میکنن دیگه نسبت به اون بانکی که رفتن و حضور پیدا کردن. پشتشون خب همینطور که میگین مثلا کارشناس پولی اطلاعات سپاه، اون افجهی که متاسفانه عکسشو نداریم، افجهی بله، و بعد دوروبریاش همین حسن میر محمد و بعد جواد دور پالیزدار و نمیدونم بعد اون بنیار و اینا دورش جمع میشن، و از اون طرف باز مهراب حسینی معاون اقتصادی وزارت اطلاعاته،
که باز اینا دورش جمع میشن. خب من میخوام توضیحاتتون رو بفرمایین، چون مثلا یه کمتر از یه روپ وقت داریم، توضیحاتتون رو بفرمایین. من میخوام یک جمع‌بندی بکنم. این کمربند امنیتی اطلاعاتی رو تا حدی تونستیم بگیم، کمربند قضاییشو هم ناگفته نذاریم. اینا خواستم فقط مد نظرتون باشه. به گوشم قربونتون برم، بفرمایید. بله، ببین کمربند قضاییش هم ببین خیلی مهمه. ببین یه نکته ای در اول وثیقه مهدی جهانگیری هست، اینا هیچ کی توجه نکرد، من اینو تازه فهمیدم. اصلا چرا ابر وثیقه تولید میشه؟ این ابر وثیقه نه به خاطر این بوده که میخواستن که مثلا سختگیری کنن در حوزه مبارزه با مفاسد اقتصادی. این ابر وثیقه با 1,000 میلیارد تومان شروع میشه. الان ما پرونده‌ای داریم که 5,000 میلیارد تومان وثیقه صادر میکنن. ببین آقای فلاحتی، اون باند فاسد قضایی که پشت پرونده هم، اونا برای حق گرفتن حق و حقوق خودشون یه کار خارق‌العاده کردن، یه طرح نوعی برانداختن. اینا میان آدمی که واقعا هم متهمه، واقعا هم اصلیه، یعنی بهانه‌شو دارن، یه ابر وثیقه برای این آدم تحرم میکنن، از اون ور میگن که حالا وثیقه باید چیکار کنی؟ شما باید بری وثیقه رو بیاری. وثیقه رو چیکار کنی؟ اجاره کنی. اجاره از کی باید بکنه؟ از اون کسی که اون باند فاسد قضایی بهش معرفی میکنه. ببینید همین اجاره فقط 1,000 میلیارد وثیقه 1,000 میلیارد تومانی آقای مهدی جهانگیری 50 میلیارد تومان بوده ناقابل. هر چی میره بالاتر بیشتر میشه. وقتی میشه 2,000 میلیارد وثیقه میشه 100 میلیارد تومان، وقتی میشه 5,000 میلیارد تومان یعنی میشه 300-400 میلیارد تومان. این 300-400 میلیارد تومان حالا اصلا معلوم نیست اون وثیقه چی هست، کجا هست، چون همه اون تحولاتش توسط اون با کمربند فاسد قضایی تعبیه شده. یه زمینی نمیدونم بایری حالا توی یه جایی پیدا میکنه، میگن چند صد هزار متر و کیلومتر یه متری میزنن بغلشو، میگن آقا بیا اینو گذاشته وثیقه. همه اون شبکه هم با خودشونن، کارشناسی که میخواد به اصطلاح اون وثیقه رو ارزیابی کنه و اینها، اونها اینجوری حق و حقوقشون رو میگیرن، کاری ندارن که، چون اینا معمولا اصلا کار اینها اینه، ببینید کار این بانده اینه که متهم‌ها رو اصلی فرعی میکنن. ببینید مثلا توی پرونده بانک سرمایه به خصوص اونجا خیلی مشخصه، همینا باز اینا همینا هستن، این بانده اونجا هن، به خصوص نقش اون کمربند قضایی اونجا خیلی مهمه. اونجا اولا متهم‌های اصلی رو که اصلا فراری میدن، شما متهم‌های اصلی رو هیچ وقت نمیبینید. حالا اونجا کی بوده؟ اینجا جالبه. ببین اینجا یکی از به نام آقای مرتضای تورک. ببین مرتضای تورک رئیس، حالا من کار ندارم به سوابقش که کجا بوده، تو خوزستان بوده و نمیدونم دادگاه، من از اونجا کار دارم که ایشون رئیس دادسرای مقدس امنیت اوینه و تمام خاطرات، هر شاید عمده خاطرات بد زندانیان سیاسی و از ایشون، از این آقای مرتضی تورک بمباره. اما ایشون انگار ظاهرن یه دوره بهش میگن که دیگه آقا تو کار امنیتی و اینا زیاد کردی، اینا به پاس خدمات، آقا بیا برو کجا، برو بیا برو دادسرای کجا، ناحیه 32 جرایم اقتصادی، میاد چون میشه معاون دادسرا و اونجا میخواد پرونده ها رو ارجاع بده. حالا چجوری ارجاع میده؟ این خیلی، این نکتهش خیلی جالبه دیگه. اونجا اینها سال 97 هم آقای ابراهیم بوتشکن، آقای ابراهیم رئیسی رفته یه دستور استجازه گرفته از آقای خامنه ای، یک امضای طلایی آقای تورک پیدا میکنه اینجا که هر پرونده‌ای دلش بخواد حتی عطف به ما سبق میکنه. پرونده‌هایی که قبل از سال 97 هم تشکیل شده اونها رو هم ارجاع میده به دادگاه استجازه که نه تجدید نظر نداره، به اصطلاح سریع چیز میکنه. عمده حالا این آقای تورک، عمده هنرش هم اینه که اگر عکس و فیلم‌ها رو بکنید، ایشون به عنوان نماینده دادستان در پرونده آقای وحید مظلومه اینه به اسم سلطان سکه و این بنده خدا رو میکشه بالای دار، اعدامش میکنه. آقای وحید مظلومه اینه به عنوان سلطان سکه هست فیلم ها و عکسای اینه. این حالا کل شاهکارش ایشون که من سلطان سکه رو زدم زمین.
همین تورک نمیدونم چقدر دقیق این که داماد دولت آبادی دادستان سابق آقای کلانتری. والا من نمیدونم، من نرسیدم، منم شنیدم اما به این نتیجه نرسیدم که تورک داماد ایشون باشه. ولی همین آدم معذرت میخوام، البته جز باند خوزستانی های قضایی هستن، جز اون باند همین عرض میکنم، همین آدم هستن در فراری دادن خاوری نقش داشت. اصلا در شما نگاه کنید، در پرونده رامکمان ما نامه داریم، اسناد داریم، بعدا می اسناد منتشر میکنیم، ده تا ماشین گرفته در پرونده رامک خودرو، در پرونده مثلا بانک سرمایه که همین باز میاد با آقای، حالا اونجا دیگه به عنوان رخ کار میان آقای رسول قهرمانی رو میارن وسط که آقای مثلا این قهرمان و یه چیز پوشالی هم ازشون درست میکنن که آقا این مثلا قهرمان مبارزه با فساد. اتفاقا ایشون تو اون پرونده هایی که بوده، آقای رسول قهرمانی تنها کاری که نکرده رسیدگی بوده، تنها اخلال کرده و پرونده سازی، حالا چه بانک سرمایه چه بانک ملت، ما مصادیقش هم داریم میتونیم بگیم، حتی حاضریم از خود ایشون هم دعوت کنیم بیاد، هر کسی که بیاد. یه مثال بزنین، یه مثال بزنین که میگین قهرمانی اخلال کرده به جای اینکه در واقع دادستان اون دادگاه باشه. ببینید پرونده، ببینید مثلا در پرونده بانک سرمایه، مثالش پرونده بانک سرمایه، ببین پرونده بانک سرمایه متهمین اصلی وابسته به اولیگارش سیاسی فراری داده میشن در پرونده بانک سرمایه. اینا کیا هم؟ ببین آقای عبدالله رنجبر، اقوام آقای لاریجانی، ایشون که میره فرار میکنه، آقای سید احمد شاهرودی و باقر شاهرودی که خب یکی پسر یکم داماد آقای شاهرودی، ایشون هم فرار میکنن میرن در آلمان. یه آقای دیگه هم هست به نام آقای موحدیه، باز ایشون هم از اقوام آقای نورمفیدیه، آیت الله نورمفیدیه، استاد جنگلخاری در گلستان، ایشون هم فراری میدن میره. پسر آقای عزیز جعفری هم که باز تو پرونده بانک سرمایه، ایشون هم فراری میدن لای پرونده. حالا در ظاهر پسر سرلشکر صالحی رو میارن که پرونده اونجا چیز کنه، اما در واقع میدونی چیچ اون هادی رضوی اینا که حکمی اجرا نشده، حالا اون به رعیا نگاه نکنید، شما میدونی اصلا حکم اجرا نشده. از این سمت ما میبینیم آدم های دیگه ای رو میارن. ببینید من کاری ندارم که ببینید، اما آدم باید انصاف هم داشته باشه. ببین آقای محمد امامی رو 5 سال بازداشت موقته تو پرونده، به خاطر چی؟ فقط به خاطر اینکه آقای رسول قهرمانی که تازه رسیده تو قوه، به نظر من اینه که آقای قهرمانی میدیده که آقای محمد امامی یه لقمه خوبیه، یه لقمه چرب و نربه، پشتش اسم شهرزاد از سریال شهرزاد، یه سریال ترکونده، همه رو همه مردم دوست دارن این سریال، این اسم خیلی گنده است، هی میاره اینو گنده میکنه. محمد امامی تهیه کننده یه سریال شهرزاد. بله، آی کلانتری عزیز، چون فرصت زیاد نداریم، من بذارین این سوالای لخمو ازتون بپرسم. یکی اینکه این شبکه‌ای که شما فرمودین و تا حالا داریم در باره صحبت می‌کنیم، ارتباطش با دولت رئیسی چیه؟ ارتباطش، ببین آقای آرام، محمد آرام بنیار، آقای رئیسی وقتی میاد تو قوه قضاییه، ایشونو میکنه چیکاره میکنه، پستی که بهش میده چیه؟ ایشونو میذاره توی بنیاد تعاون زندانیان، ایشونو میکنه چیز عضو هیئت مدیره بنیاد تعاون زندانیان. حالا ما این یه دونه رو میگیم که از زیر چشم در رفته، بعدتر که دولت تشکیل میشه، همین الان ایشونو کردن مدیر عامل شرکت سرمایه گذاری های خارجی. عجب. به چه، با چه چیزی؟ حالا اینی که من شنیدم، این خبر تقریبا قوی هم هست که با واسطه داماد آقای رئیسی، آقای مقداد نیلی، یعنی به توصیه آقای مقداد نیلی با آقای رئیسی و به وزیر اقتصاد، ایشونو میزنن در این سمت به این مهمی، آدمی که چندین پرونده داره، یعنی اینجوری این رد پای فسادش وجود داره اصلا، این ارتباط این شبکه اینو. و آقای، حالا این خیلی جالبه که آقای افجعی، همین آقای اخراجی که پرونده هم داره تو سازمان قضایی نیروی مسلح، ایشونو میزنن کجا؟ میزنن معاون نظارت بانک شهر، پیش آقای کی؟ پیش داماد آقای محسن رضایی.
یعنی دوباره شبکه تکمیل. حالا نوبت بانک شهره. بانک ملی تموم شد، بانک ملت رو تموم کردن، بانک سرمایه، بانک اقتصاد نوین، گردشگری، حالا نوبت رسیده به بانک شهر که اونجا رو هم به اصطلاح منابعش رو بلوفن ببرن برای حالا بانک بعدی که عدم معلوم نیست کجاست مقصدشون. ببینید این آقای بنیار، آرام بنیار، ایشون الان فرمودین که اسم رسمی سمتی که دارن مدیر عامل است که شرکت سرمایه گذاری های خارجی با حکم وزیر اقتصاد، یعنی تمام سرمایه گذاری های جمهوری اسلامی در خارج از کشور. بله. و همینطور سرمایه گذاری هایی که بخواد در داخل کشور انجام بشود از طریق اینه. بله عمده اینه اتفاقا، اون نقطه هست اینه، هر کی میخواد بیا سرمایه گذاری کنه باید بره اول این شرکت سرمایه گذاری خارجی. ببینین یک دقیقه وقت داریم، همین جایی که الان رفتین، یعنی یک بار دیگه این مدیر عامل شرکت سرمایه گذاری خارجی رو تیتروار فسادش معرفی بکنین، ما کلامونو میندازیم هوا از این وقتی که تونستیم بیشترین استفاده رو از شما ببریم امشب. عرض کنم خدمتتون که بله، آقای بنیار به نظر من مغز متوکل شبکه امنیتی قضایی آرامه که اخلال کردن در بانک‌های پرونده، بانک‌های ملت، گردشگری، اقتصاد نوین، عرض کنم که سرمایه و به ملی، و سوء استفاده کردن از این به اصطلاح اختیاراتی که این شبکه داشته، عواملشون در حوزه‌های امنیتی و قضایی، و مالاندوزی کردن برای خودشون. این خلاصه بسیار ممنون، بسیار ازتون ممنونم آقای کلانتری. بعد باز در برنامه‌های بعدی در خدمتتون خواهیم بود. بی‌تردید بسیار ممنونم که در این برنامه حضور دارید. هفته آینده در سالگشت مرگ خمینی به بخشی از آدمای تاریخ معاصر ایران میپردازیم، تمام کسانی که در نفل و شاتو با آیت الله خمینی بودند، و هفته بعدتر 20 خرداد به پولشویی در حراج تهران با اشاره به سریال آقازاده خواهیم پرداخت، و به پولهای گمشده، مثلا گمشده آستان قدس، و اینکه این پولها الان در اختیار کیست، و امیدوارم با آقای پالیزدار. بریم پرده آخر. اخیراً طرحی در مجلس کلیاتش تصویب شده که شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ادغام بشه با شرکت ملی صنایع پتروشیمی، تا حالا طرح‌های پتروپالایشگاهی بتونن زودتر به بهره برداری و نتیجه برسن. نظرتون رو در این مورد می‌خواستم بدونم. وقتی که ابراهه اومد طرف کعبه، ابراهیم پیغام فرستاد برای حضرت عبدالمطلب که ما میخواییم به اینجا آسیب بزنیم. عبدالمطلب یه جواب داد، گفت چی؟ من حافظ این شترانم و بیت هم صاحبی داره. مجلس شورای اسلامی و مسئولان وظیفه خودشون رو انجام میدن، ما هم وظیفه خودمون رو در شرکت انجام میدیم. شب روزگار باشه.